عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیز، بنده قاهری هستم، در خدمتتون هستم با گفتار دو فصل یک زیستشناسی دهم، بحث فصل دنیای زنده. خب بچه ها، این گفتار به مراتب خب از گفتار قبل محتویات مهمتری داره و یک مقدار مهمتر هست. بحث ما با بحث ویژگی‌های حیات شروع میشه. خیلی 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 برامون مهمه که بدونیم تعریف حیات دشواره. یعنی اگر یکی از در بیاد تو بگه قاهری برای ما حیات رو تعریف کن، میگم من نمیتونم در قالب یک جمله یا دو جمله این رو تعریف کنم. پس یعنی یه جوری ما بفهمون، اون موقع است که میتونم در بهشون توضیح بدم این قضیه رو. این یعنی ویژگی در واقع داشتن حیات، ویژگی که در واقع داره در قالب یک جمله یا دو جمله نمیگنجه. حالا اگر بخواهیم بگوییم آقا من قاهری حیات دارم، زنده ام، زیست در واقع دارم، میزیم به اصطلاح، اما این در واقع عرض سلام اینو بزنم عقب. عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیز، بنده قاهری هستم، در خدمتتون هستم با گفتار دو فصل یک زیستشناسی دهم، فصل دنیای زنده. خب بچه، همونطور که در واقع مطالعه فرمودین، گفتار دو به مراتب نکات بیشتری داره از گفتار یک و بحث در واقع این گفتار با بحث ویژگی های حیات مطرح میشه. در انتهای جلسه قبلا به شما گفتم تعریف حیات یک تعریف سختیه. اگر کسی از در بیاد تو و من بگه قاهری تعریف کن حیات رو برای ما، قطعا این کار در قالب یک جمله یا دو جمله میسر نیست و 100% ما باید یک زمان بیشتری رو بذاریم برای اینکه این ویژگی در واقع خدادادی، یعنی زنده بودن و داشتن حیات رو در واقع تعریف کنیم. حالا بیایم بررسی کنیم آقا این حیات چیه و چطوری میتونیم در واقع یادش بگیریم. فرض کنید من این که ویژگی حیات رو دارم، میخوایم مقایسه کنیم من رو با این کنترل که در واقع حیات نداره. چطور میتونیم بگیم که آقا من چی دارم و این چی نداره؟ 7 ویژگی بچه ها وجود داره که در من هست و این 7 ویژگی تماما در من هست، نه که 6 تاش باشه یکیش نباشه باز قبول باشه. 7 ویژگی در قاهری وجود داره که در کنترل به صورت کامل شاید وجود نداشته باشه، شاید 2 تاشو داشته باشه بقیه رو نداشته باشه، شاید 6 تاشو داشته باشه یکیشو نداشته باشه، به صورت کامل خلاصه نداره. پس حیات ثمره و نتیجه 7 ویژگیه که این 7 ویژگی در انسان تماما و تمام جانداران وجود داره، اما در جاندار در واقع اشیای بیجان و چیزهایی که در واقع جان ندارن به صورت کامل نیست. یعنی شاید تو یه چیزی پیدا کنی توی در واقع محیط اطرافت که داشته باشه از این ویژگی ها یکی دوتاش رو، اما 7 تا نشه، 6 تاش هم باشه بازم حیات وجود نداره. پس ما نمیتونیم تعریف کنیم آقا حیات رو، میگیم این 7 تا ویژگی رو اگه داشت این کنترل هم زنده است، اگه یکیش هم نداشت این کنترل هم میشه گفت حیات نداره. اولین ویژگی بچه ها نظم و ترتیبه. نظم و ترتیب یک ویژگیه که در ساختارهایی که قراره به یک نتیجه برسن باید وجود داشته باشه. یک موبایل هم نظم داره، یک اتومبیل هم نظم داره. پس نظم اولین و پایه‌ای ترین ویژگیه که باید حداقل جانداران داشته باشن. نظم یعنی اینکه سیستم ها با یک ریتم مشخص و با برنامه ای کار کنن. قلب انسان نمیتونه 1 ساعت یک شدت خیلی عجیب غریبی داشته باشه، 1 ساعت دیگه یک شدت خیلی عجیب غریب تری. بله شاید قلب انسان بعضی موقع ها متفاوت عمل کنه، اما این متفاوت عمل کردن هم با نظمه. شاید قلب من الان به صورت متوسط و به صورت یک در واقع رنج نرمال تپش و سرعت داشته باشه، اما وقتی دارم ورزش میکنم بیشتر. نظم به این معنا نیست که تو ثابت باشی. خانواده تو، پدر تو بهتون آقا بچه عزیز نظم داشته باش. نظم به این معنا نیست که تو هر روز صبح از خواب پا میشی تا شب دقیقاً یک کارایی رو بکنی. شاید آخر هفته بخوای بری جایی، شاید بخوای آخر هفته بری استخر، هر روز نمیری، ولی اینکه آخر هفته میری استخر به این معنی نیست که تو نظم نداری.
پس نظم داشتن به معنای یکسان عمل کردن نیست، به معنای برنامه داشتنه. پس اگر یادت رفت، نظم و ترتیب رو میتونی هم معنای این کلمه بگیری، برنامه داشتن معنای در واقع تعریف نظم و ترتیبه. همه جانداران نظم دارن، همه جانداران سیستم های بدنشون، دستگاه های بدنشون با یک نظمی کار میکنن و اگر این نظم خدایی نکرده روزی مختل بشه، باعث بیماری ها و مشکلات میشه و حتی باعث مرگ میشه. همین امروز اگر به صورت کاملا نامنظم قلب قاهری اگه بخواد بزنه، احتمال سکته من در آخر شب وجود داره. پس این نشون میده که وجودیت نظم یکی از ارکان در واقع حیاته. پس حواسمون به مورد اول هست. مورد بعدی بچه ها هم ایستایی، موردیه که خیلی از شما شاید توش مشکل داشته باشید در فهمش، که اتفاقا از همه این هفت مورد این مورد مهمتره، که شما تو فصل 5 هم باهاش توی همین کتاب سر و کله میزنید. بچه هم ایستایی یعنی چی؟ من خیلی ساده بخوام بهتون توضیح بدم، اگر ما بیایم نظم و ترتیب رو به معنای قانون کشور در نظر بگیریم، اگر بدن انسان یک کشور باشه، نظم و ترتیب قانون اون کشوره. مثلا به شما میگن آقا از چراغ قرمز رد نشو، این یکی از قوانینه، دزدی نکن این یکی از قوانینه. حالا آیا یک سوال، اون کشور هیچ بی نظمی و بی قانونی توش اتفاق نمیفته؟ لزوما نه، ممکنه اتفاق بیفته. چه چیزی در کشورها وجود داره که با این بی قانونی مواجهه کنه و در واقع مقابله کنه؟ اون چیه بچه ها؟ بحث به صورت حالا خودمونی اگه مطرح کنیم، قوه قضاییه یا پلیسه. پلیس کارش چیه بچه ها؟ کارش اینه که از بیقانونی ها جلوگیری کنه و اگر هم بیقانونی اتفاق میفته، سعی کنه اون بیقانونیه رو یک جوری کنترل کنه و به حالت عادی برگردونه. دقیقا فرق نظم و ترتیب و هم ایستایی، فرق بین قانون کشور و پلیس اون کشوره. یکم بیشتر صحبت کنیم. فرض بفرمایید قانون بدن قاهری اینه که در خونش پهاش خونش 7.4 باشه، غلظت قند خونش یک عدد مشخص باشه، حجم آب در داخل خونش یک عدد مشخص باشه. حالا آیا امکان نداره من دوتا هندونه رو درسته با هم بخورم؟ امکان داره. خب حالا یه حجم زیادی آب وارد بدن من شده، بی قانونی اتفاق افتاده. میان چیکار میکنیم؟ بی قانونی رو اصلاحش میکنیم، میایم یه کاری میکنیم که اون کار در جهت اینه که دوباره اون نظم و ترتیبه اتفاق بیفته. مثلا کلیه ها فعالیت میکنن، آب اضافی رو در قالب ادرار دفعش میکنن. پس حواسمون باشه، بدن ما قانون داره، پهاش خونش یه مقدار، غلظت خون یه مقدار، میزان خواب در شب یه مقدار، تمام در واقع مطالبی که نیاز داره یک قانونی در واقع براش وضع شده. اما بی قانونی اتفاق میفته، یهو من میخوام افراط کنم و حجم زیادی هندوانه بخورم، مقدار زیادی آب وارد بدن من بشه. این مقدار به هر حال وارد شده، بی قانونی اتفاق افتاده، چون آب بدن من باید کمتر از اون حدی که الان هست باشه. چه اتفاقی میفته؟ فرایندی اتفاق میفته که باعث میشه آب اضافی از طریق ادرار دفع بشه. دقیقاً هم ایستایی به مجموع فرایندهایی میگن که میاد این بیقانونی ها رو اصلاح میکنه و دوباره شرایط رو به شرایط عادی برمیگردونه. شما غذا نمیخورید، گشنتون میشه، قند خونتون میاد پایین. برای اینکه بدن بتونه قند خون رو دوباره به حد نرمال برگردونه، چه اتفاقی میفته؟ احساس گرسنگی در شما ایجاد میشه و به خاطر این احساس گرسنگی شما میرین غذا میخورین و این غذا باعث میشه قند خون شما دوباره بالا بیاد. پس ایجاد احساس گرسنگی هم داره یه جورایی در زمینه هم ایستایی عمل میکنه و جزوی از این هم ایستاییه. پس هم ایستایی تعریفش مشخص شد و یک نکته خیلی مهمه در مورد هم ایستایی بدونید و اون اینه که هم ایستایی در تمام اندام‌های بدن اتفاق می‌افته و هر سلول در بدن انسان و سایر جاندارانی که زنده هستن، اگر پر سلولیان، اگر هم تک سلولیان، همون یه سلول، هر سلولی که در کل کره زمین وجود داره قطعاً داخلش
فرایندهایی که زیر مجموعه هم ایستایی باشه اتفاق داره میفته تا شرایط رو بتونه استیبل نگه داره. پس نظم و ترتیب یعنی حالت پایدار. من اگر بخوام جور دیگه ای هم مثال بزنم، ببین چند طور مثال زدم. نظم و ترتیب گفتیم برنامه داشتن میتونیم بگیم هست. نظم و ترتیب مثال زدیم، تشبیهش کردیم به قانون یک کشور. هم ایستایی گفتیم پلیس اون کشور. علاوه بر اینها یک جور دیگه هم اینطور تعریف کنیم. نظم و ترتیب رو میتونیم بگیم حالت پایدار یک جانداره. هم ایستایی بچه ها حفظ حالت پایدار یک جانداره. بی نهایت برای ما مهمه، بی نهایت، که بدونیم اصطلاح حالت پایدار اگر اومد به هم ایستایی مربوط نیست، تعریف در واقع نظم و ترتیب میتونه باشه. پس این دوتا رو اگر تو تست دیدید بدونید، در واقع حفظ حالت پایدار برای هم ایستایی و حالت پایدار برای نظم و ترتیب. اینم در واقع دومین ویژگی. ویژگی هایی که باید باشن اما کافی نیست، چون 5 ویژگی دیگه هم هست. ویژگی بعدی بچه ها رشد و نمو خواهد بود. تعریف رشد رو اگر بخوایم با هم بگیم، بزرگ شدن حجمی و جرمی، یعنی بزرگ شدن فیزیکی یک ساختار که غیر قابل بازگشته. که چیه؟ غیر قابل بازگشته. منو نگاه، برگشت ناپذیره. قاهری مگه ما برگشت پذیرم داریم؟ گنده شدن برگشت پذیر، بله. یه دونه آلو رو ما از درخت میکنیم میذاریم زیر نور خورشید، از نظر حجمی چی میشه؟ چروکیده میشه، آبش کشیده میشه و جمع میشه. دوباره همون آلو رو میندازیم تو آب، چه اتفاقی میفته؟ از نظر حجم دوباره بزرگ میشه. این میشه برگشت پذیر. یعنی تو اگر بخوای میتونی حجم کم کنی دوباره زیاد کنی. اما رشد استخوان یک نوزاد برگشت ناپذیره، چون دیگه اندازه بزرگ شده و دیگه بر نمیگرده. این میشه تعریف رشد. وجود رشد در همه جانداران هست. همه جانداران باید به عنوان سومین ویژگی رشد رو داشته باشن و در کنار رشد باید نمو هم داشته باشن. بچه ها نمو چیه؟ نمو همون رشده. یعنی اگر ما بخواهیم تعریف نمو رو داشته باشیم، نمو مساوی است با همون رشد، اما با یه تفاوت. رشد به علاوه ایجاد ساختار یا اتفاق جدید. یعنی چی؟ شما نوزاد، جنین یک انسان رو در نظر بگیریم، در هفته های اول، در هفته اول خبری از وجود معده نیست، خبری از وجود عضله مثلا دو سربازو نیست، اما با گذر همون دوران جنینی که اون 9 ماه باشه، این اندام ها، علاوه بر اینکه جنین داره بزرگ میشه، این اندام ها هم دارن ایجاد میشن که قبلا نبوده. به این میگن نموف، یعنی داره طرف بزرگ میشه و اندام های جدیدی ایجاد میشه. حالا یه سوال، یه بچه 10 ساله رو در نظر بگیرید که میشه 11 سالش، آیا نموی اتفاق افتاد؟ نه. ماهیچه‌اش همون ماهیچه‌است، استخوان‌هاش همون استخوان‌هاست، اندام‌های گوارشیش، اندام‌های دستگاه عصبیش و همه اندام همونات، حجمن بزرگ شده. یک فردی که تو سن بلوغه داره رشد میکنه، اندام‌ها همون اندام‌هاست، فقط با رشد این اندام‌ها مواجهیم. انسان بعد از به دنیا اومدن نمو نداره ابداً. شاید بعضیا به سن بلوغ اشاره کنن، میگن آقا بلوغ نمو نیست ابداً. بلوغ صرفاً در دوره ای از در واقع سن اون فرد اتفاق میفته که در اون دوره صرفا رشد سریع تره، صرفا، و اصلا خبری از نمو نیست. پس حواسمون به این نکته باشه. حالا بچه ها نمو جنین، نمو انسان کجا اتفاق میفته؟ تو صحبت هم میتونستیم برداشت کنیم. در دوران جنینی انسان در 9 ماهگیش نمو داره، در اون 9 ماهگیه در واقع جنینیش که در واقع شکم مادر در داخل رحم هست، و بعد از اون هر اتفاقی میفته ما با اسم رشد در واقع میشناسیمش. اما داریم جاندارانی که بعد از به دنیا اومدن مثل گیاهان نمو کنن. به طور مثال شما یک گیاهی رو میکارین، یک نهالی رو میکارین، این نهال برای شما در سال 2-3 سال اول شاخه میده، برگ میده، اما تا نرسیدن به سال 4 خبری دادن از میوه نیست، و سال 4 مثلا میوه به شما میده.
سال چهارم زندگیش داره نمو میکنه. چرا؟ چون داره علاوه بر اینکه یه چیزی ایجاد میکنه، این ساختار جدیده. به این میگن نمو. پس نمو مساوی است با رشد، رشدی که به علاوه ایجاد ساختار جدید و یا اتفاق جدید باشه. این اتفاق جدید که دارم به شما میگم ممکنه یک فرایند زیستی باشه. اینم بحث بچه ها سومین مورد ویژگی حیات بود. بریم سراغ در واقع چهارمین ویژگی حیات، فرایند جذب و استفاده از انرژی. بی نهایت برای ما مهمه که بدونیم فرایند جذب و استفاده از انرژی در تمام جانوران وجود داره. آقا یعنی چی؟ یعنی اگر من قاهری در این استودیو رو ببندم بگم من میخوام تا آخر عمر مستقل از ارتباط با محیط اطرافم این تو زندگی کنم، قطعا من میمیرم. چرا؟ چون باید من قاهری انرژیمو از محیطم بگیرم و هر انسان و هر جاندار دیگه باید بتونه برای زنده موندن از محیطش به روش‌های مختلف انرژی بگیره. حالا یکی میتونه مثل گیاه از نور خورشید انرژی بگیره، یکی مثل انسان میتونه از گوشت و گیاه انرژی بگیره، یکی میتونه از مواد شیمیایی انرژی بگیره. به هر حال باید بدونیم جانداران بدنشون محل زایش و تولید انرژی نیست، چون ما قانون پایستگی انرژی رو بلدیم و میدونیم انرژی نه تولید میشه و نه از بین میره، فقط از شکلی به شکل دیگه در میاد. پس انتظار نداشته باش در بدن قاهری انرژی تولید بشه و انرژی بزاید. در واقع قاهری باید انرژی از محیطش بگیره وگرنه میمیره. گیاه هم داره انرژی رو از محیطش بگیره، اما انرژیش در قالب اشعه های خورشیده. درست شد؟ پس جذب انرژی رو همه دارن، حالا با فرایندها و روش های مختلف. یکی لوله گوارش داره، یکی فتوسنتز میکنه، یکی در واقع حفره گوارشی داره که حالا درمش بعدها توی دستگاه گوارش صحبت میکنیم. پس این هم میشه بچه ها ویژگی بعدی ما در مورد فرایند جذب و استفاده از انرژی. بریم سراغ مورد بعدی، پاسخ به محیط. ما باید بتونیم ریاکشن نشون بدیم. ریاکشن یعنی یک اکتی اتفاق افتاده، یک فعالیتی رخ داده، ما باید نسبت اون فعالیت بتونیم پاسخ بدیم. شما گربه رو باید پخ کنی میترسه و فرار میکنه، این یه جور پاسخ به محیطه. یک در واقع خفاش زمانی که نور خورشید بالا و خورشید در واقع تو آسمون میاد در یک جای در واقع استتار میکنه، این یه جور پاسخ به محیطه. آهو زمانی که ببر رو میبینه فرار میکنه، این یه جور پاسخ به محیطه. شکارچی وقتی شکار رو میبینه دنبالش میدوه، این یه جور پاسخ به محیطه. پرنده زمانی که غذا نیست مهاجرت میکنه، این یه جور پاسخ به محیطه. حالا تو به من بگو پاسخ به محیط چه ویژگی داره، چه ضرورتی در پاسخ به محیط هست؟ تو همین مواردی که گفتم پاسخ به محیط اتفاق نیفته اون فرد زنده میمونه، اون آهو اگه فرار نکنه زنده میمونه، اون پرنده اگر برای به دست آوردن غذا مهاجرت نکنه زنده میمونه، آیا اون شکارچی اگر دنبال شکار ندوه غذا پیدا نکنه زنده میمونه؟ پس ما باید بتونیم به محیطمون و اتفاقات اطرافش فکر کنیم و نسبت به اون پاسخ بدیم، که یکی از در واقع دستگاه‌هایی که به این در واقع ویژگی کمک کرده و در واقع اصلی ترین دستگاه ایجاد کننده این پاسخ به محیطه، شما بگو دستگاه عصبیه، که فصل 1-11 هم در موردش مبسوط میخون. این بحث پاسخ به محیط بچه ها، که ما باید بتونیم پاسخ بدیم. همون باکتری هم اگر در نظر بگیری، اون باکتری هم توانایی پاسخ به محیط اما در لیول های پایین تر داره. اگر در اطرافش مواد غذایی باشه میتونه با پاسخ دادن به اون مواد رو وارد خودش کنه. پس حتی جانداران پستی مثل باکتری هم پاسخ به محیط دارن، اما مثل انسان دیگه داد نمیزنن، پاسخشون از نوع داد زدن و دویدن نیست. یک لول و لولهای دیگه پایین تری در واقع از این پاسخ به محیط داره. پس اینم بچه‌ها میشه بحث پاسخ به محیط. بحث بعدی هست بحث تولید مثل هست. خیلی برامون مهمه که باید تمام جانداران علاوه بر 5 ویژگی بالا تولید مثل هم داشته باشن. تولید مثل یعنی ساختن یک گونه‌ای مثل خودت
که حالا این تولید مثل رو یک فصل جداگانه تو 11 اون براش داریم، میتونه جنسی باشه، میتونه غیر جنسی باشه، روش‌های مختلف داره، دسته‌بندی‌های متفاوت داره، اتفاقات متفاوتی میتونه داخلش بیفته که در موردش توی این فصل اصلا مطرح نشده و صرفا ما باید بدونیم که تمام جاندارانی که امروزه وجود دارن و ما بهشون میگیم زنده هستن و زیست در واقع دارن و جان دارن، اینها تماما تولید مثل رو به روش‌های مختلف دارن که در موردش مبسوط توی در واقع 11 فصل 7 مطالعه میکنه. مورد بعدی بچه ها سازش با محیط. خیلی از بچه ها این دو مورد رو با هم اشتباه میگیرن. بحث پاسخ به محیط موردیه که زمانی ما در مورد این پاسخ به محیط صحبت میکنیم که یه اتفاقی افتاده، ما میخوایم نسبت به این اتفاق ریاکشن نشون بدیم، یک چیزی شده، یک زد و خوردی شده، یک در واقع بازخوردی نسبت به اتفاق دیگه است. تو تستا اگر خواستی جواب بدی بدون برای اینکه اون مورد رو بخوایم بگیم که پاسخ به محیطه، یه اتفاقی افتاده، این اتفاقی که الان داره به عنوان پاسخ به محیط میفته یک اتفاق ثانویه است. پس عملا اون موردی که تو گزاره تست است باید به دو چیز اشاره کنه، مثلا فرار کردن از شکارچی، یعنی شکارچی داره میدوه دنبالش، حالا این در جواب به اونه. اما سازش با محیط یه اتفاقه، خیلی هم آسونه، مدارا کردن با محیط، کنار اومدن با محیط. خرس میبینه زمستون غذا نمیتونه پیدا کنه، ماهی رودخونه ها رفتن در عمق قرار گرفتن، درختان میوه نمیدن، زنبورهای عسل زیاد فعالیت نمی کنن چون گل نیست. چیکار میکنه؟ به خواب زمستانی میره. اون مدت فعالیت بدنیش رو کم میکنه، میخوابه، پس نیاز به انرژیش کم میشه، پس نیازی هم نداره زیاد از محیطش انرژی بگیره. یه جور سازش با محیط. مهاجرت یه جور سازش با محیطه. این که ما بیایم محیطمون رو در واقع با خودمون سازگار کنیم. ولی اصلی ترین و در واقع مشخص ترین مثال همون مثالیه که ما بیایم نیازمون رو بر اساس شرایط محیط به دست بیاریم. گربه ها غذای اصلیشون گوشته، ولی زمانی که توی شهر گوشتی وجود نداره، مجبور اگر شما بهش بیسکویت هم میدین یا غذاهای دیگه صنعتی هم بهش میدین، برای زنده موندنش اونها رو هم در واقع دریافت کنه. این یه جور پاس، در واقع این یه جور سازش با محیطه، کنار آمدن با محیط. هر فعلی و هر اتفاقی که رنگ و بوی مدارا کردن داشت با محیط اطرافش جزء این ویژگی محسوب میشه و اونم سازش با محیط. آقا چرا باید سازش با محیط داشته باشیم؟ چون اگر با محیط سازگاری نکنی، محیط تو رو حذفت میکنه. محیط همینه که هست. اون خرسی که در به خواب زمستانی میره راه دیگه ای نداره. اگر بخواد بدو بدو بره دنبال غذا، همون انرژی هم که داره از دست میده. هر چقدر بره بالای رودخونه شکار بخواد بکنه، ماهی ماهی نیست، همون انرژی هم که داره برای همون شکار کردن و فرآیند شکار از دست میده. و اگر سازش ما نداشته باشیم با محیطمون، زودتر از محیط حذف میشیم و این منافات داره با حیات و زنده بودن. پس کسانی که امروز زنده هستن و ما بهشون ویژگی حیات رو میبخشیم، میگیم که این فرد سازش با محیط رو داره. پس این هم بچه ها ویژگی بعدی ما بود، به شدت برام مهمه و برای طراح کنکور مهمه که شما این 7 ویژگی رو بدونید که همشون با هم باید وجود داشته باشن. این که بگیم یکیشون نبود حالا عیب نداره، اینم زنده است، این صحبت نیست. بحث بعدی ما بچه ها بحث سطوح حیاته. حیات رو فهمیدین چیه؟ فهمیدین که حیات 7 ویژگی یک در واقع جان داره. حالا ببینیم در چه لول هایی میتونیم حیات رو ببینیم. یعنی چی در چه لول هایی؟ یعنی حیات میتونه ساده باشه، ساده اتفاق بیفته، در یک چهارچوب ساده‌ای مثل داخل یک سلول اتفاق بیفته، میتونه داخل یک جاندار بزرگتری مثل یک انسان اتفاق بیفته. هم سلول بدن من، هم سلول ماهیچه دست من حیات داره، هم کل بدن من حیات داره، هم من زنده ام، هم اون سلول تو دست من زنده است، هم جمعیت زنده است. چه جلوتر درش صحبت میکنیم. پس حواسمون باشه وقتی میگیم حیات و سطوح حیات، این معنای در واقع حرف ماست که
حیات میتونه در لول‌های پایین و ساده در و در قالب و چارچوب کوچیکی اتفاق بیفته مثل سلول، و میتونه لول‌های بزرگتری داشته باشه مثل انسان، و بزرگتر مثل جمعیت که جلوتر صحبت میکنیم. پس سطح حیات اشاره به این داره که چارچوب و قالب در چه اندازه است. کوچکترین و ساده ترین سطح حیات در کره زمین بچه‌ها یاخته است. یک سلول فارغ از این که تو بخوای اطرافش رو در نظر بگیری، سلول‌های کنارش رو در نظر بگیری، محیطش رو در نظر بگیری، اون سلول حیات داره و به تنهایی زنده است. یعنی سلول از دست من بکنی، یکی از سلول‌های پوست دست من رو بکنی، این سلول به تنهایی تا چند لحظه زنده است، حیات داره. ولی خب در لول بزرگتری این سلول میتونه با بقیه سلول‌های بدن من جاندار و من رو بسازه که من هم حیات دارم. پس حواسمون باشه ساده ترین و پست ترین لول و سطح حیات یاخته است. توی این بحث بچه ها شکل 3 کتاب خیلی برام مهمه که ترتیب و بلد باشین. یعنی ممکنه از توی تست شما بگن پنجمین سطح حیات، ممکنه بگن سومین سطح حیات، اسمشو نگن. واسه همین شمارش رو اینجا باید رعایت کنید. حالا اگر این یاخته ها در کنار هم جمع بشن و با هم بخوان یک مجموعه بزرگتری به نام بافت رو بسازن، اون بافت هم زنده است. کلمه بافت رو اینجا از من به خاطر داشته باش، تو گفتار 3 این فصل خیلی باهاش کار داریم و مدل های مختلف بافت رو در بدن انسان میخوایم بخونیم که 4 مدله. ولی صرفا حواست باشه بافت یک تعریف ویژگی داره، ویژه‌ای داره. در واقع بافت تعریفش میشه به مجموعه سلول های تقریبا، این تقریبا خیلی مهمه، همشکل و همکار که یک هدف مشخص دارن. تعریف بافت به شدت برای ما مهمه. نمیتونیم هر سلولی رو کنار هر سلول دیگه بذاریم بگیم بافت تولید شد. سلول ها در کنار هم قرار بگیرن اگر تقریبا هم شکل باشن و اگر تقریبا همکار باشن و اگر هدف مشخص و مشترکی داشته باشن. این مشخص بچه ها و مشترکه، اون سلول ها با هم بافت رو ایجاد میکنن. نمیتونی تو سلول ماهیچه رو بذاری کنار سلول عصبی بگی بافت ایجاد شد. این سلول ها تقریبا باید هم شکل باشن. 1-2 تقریبا باید در یک جهت و در یک راستا فعالیت کنن، مثل سلول های عصبی که همشون کارشون جابجایی پیام عصبیه. 2 پس همکار، و 3 یک هدف داشته باشن، مسیر حرکتشون یکی باشه، یک در واقع انگیزه مشترک داشته باشن. همه ی سلول های عصبی انگیزه و هدفشون و آرمانشون اینه که پیام ها در بدن جابجا بشه و سلول های مختلف بدن با هم ارتباط داشته باشن. این میشه در واقع هدف. این سه مورد در کنار هم با هم برای ما بافت رو ایجاد میکنه که در جاندار مخصوصی مثل انسان ما 4 مدل بیشتر بافت نداریم که در فصل در گفتار آینده این فصل میخونیم. پس تعریف بافت رو اینجا یادت باشه، تو گفتار بعد باهاش کار داریم. پس یک لول بالاتر از یاخته ما بافت رو داریم، یاخته زب در N و با ویژگی های مشترک. حالا آقا آیا بافتی مثل بافت ماهیچه من، مثل بافت عصبی من با بقیه بافت ها نمیتونه ارتباط داشته باشه؟ غلطه، میتونه. معده یه انسان رو بکش بیرون، دستت نگه دار. این معده فعال یک خب یک اندامه، یک ساختار و در واقع سیستم منظمیه که چندین بافت دارن توش کار میکنن. هم بافت ماهیچه‌ای داره، هم بافت عصبی داره، هم بافت پوششی داره، هم بافت پیوندی داره. بافت ها با هم جدا هن، اهداف مختلف دارن، سلول های متفاوتی نسبت به هم دارن، اما با هم قرار نیست کار نکنن. با هم اگر کار کنن در یک مجموعه جدیدی ظاهر میشن به نام اندام. پس بافت زب در N میشه اندام. به طور مثال معده رو در نظر بگیریم، یک اندامه. چه بافت هایی داره؟ هر 4 بافت انسان رو داره که حالا من اسمشم براتون اینجا بنویسم.
4 مدل بافت انسان ها، نه هر جانداری. بافت پوششی، بافت پیوندی، بافت عصبی و بافت ماهیچه ای که هر 4 تاش در اندام معده انسان بالفرض هست. این هم یک سطح بالاتری از حیات. تا اینجای کار از هدفمون دور نشیم. چی رو میخواییم بفهمیم؟ میخواییم اینو بفهمیم که اگر پس فردا کسی از من پرسید معده زنده است یا مرده است، بگیم آره حیات داره، حتی حیاتش از حیات یک سلول در سطح بالاتریه. اگر بافت عصبی مثلا نخای ما رو کشیدن بیرون به ما نشون دادن، بگیم بله زنده است، حتی از سلول ها هم سطح حیات بالاتری داره. حالا آیا اندام ها به تنهایی کار میکنن؟ باز هم خیر، ممکنه چندین اندام در کنار هم جمع بشن و یک هدف مشترکی پیدا کنن و بشن دستگاه. بچه حواسمون باشه، بافت ها هر کدومشون کلی سلول داشتن که این سلول ها یک هدف مشترک داشتن. هر بافت پس یک هدف. حالا یه بافت دست منه، یه بافت دیگه هم این دستم، این یه هدف داره، اینم یه هدف دیگه داره. این دو در کنار هم یک هدف مشترک دیگه رو پیدا میکنن و با هم میشن اندام. پس حواست باشه، بافتا برای اینکه اهدافشون گاهی اوقات میتونه مشترک بشه در کنار هم قرار میگیرن. مثلا در اندام معده بافتهای داخلش همشون هدفشون شده گوارش، گوارش شیمیایی و مکانیکی و واسه همین کنار هم جمع شدن. حالا من یه دونه اندام تو این دستم دارم مثل معده، یه اندام تو این دستم دارم مثل روده، مثل مری، مثل دهان، مثل روده بزرگ، مثل راست روده. هر کدوم از این اندام هایی که نام بردم یک هدف جداگانه داره، اما ممکنه اینها در کنار هم یک هدف والاتر و مشترک دیگه ایو، یک هدف اکسترایو به اصطلاح دریافت کنن و در کنار هم فعالیت کنن و بشن دستگاه. دستگاه گوارش هدف چیه؟ تأمین مواد مورد نیاز بدن، تأمین انرژی بدن. معده در کنار مری قرار گرفت و باهاش فعالیت و همکاری کرد برای اینکه اون هدف بزرگتر اتفاق بیفته. هر چقدر هم بچه داریم میریم جلوتر، اون هدف مشترکه بزرگتر و ارزشمندتر میشه. هدف یه بافت یه چیز مشخصه، مثلا بافت ماهیچه‌ای هدفش حرکته. خب یه هدف مهمیه، اما هدف اندامی مثل هدف در واقع معده مهمتره، چون علاوه بر اینکه حرکت داره و از اون حرکت و سایر اهداف بافت ها استفاده کرده برای یک در واقع عرضم به خدمتتون هدف بزرگتر. هدف دستگاه گوارش هم از هدف معده بزرگتره. پس حواسمون باشه، اینکه بافت ها کنار هم جمع شدن اندام به خاطر هدف مشترکه بود، اینکه اندام ها در کنار هم جمع شدن دستگاه به خاطر هدف مشترکه بود. حالا مثلا دستگاه گوارش، اندام هاش چیان؟ دهان، مری، معده، روده باریک، روده بزرگ، راست روده. دستگاه گردش خون، اندام هاش قلب، رگ ها و در واقع اون خونی که در داخلش وجود داره، اما اون به عنوان یک بافت محسوب میشه. دستگاه حرکتی، اندام هاش چیان؟ استخوان ها و در واقع اندام های استخوان و اندام های ماهیچه ها. پس دستگاه ها هم شدن مجموعه اندام ها. حالا اگر دستگاه ها رو دیگه با کنار هم جمع کنیم میشیم در واقع جاندار، یعنی من قاهری جمع شده یه چندین دستگاه هم. دستگاه گوارش، تنفس، گردش خون، عصبی، درون ریز، تولید مثلی، اینا کنار هم جمع بشن، لول بعدی حیات میشه جانداری مثل انسان که مسلماً یک هدف بزرگتری داره. اما سوال برای دانش آموز پیش میاد، آیا دیگه از انسان کسی گنده تر هست، چیزی گنده تر هست که حیات داشته باشه، زنده باشه؟
تجمع جانداران هم بچه‌ها لول بعدی حیات رو ایجاد می‌کنن. اگر این کلاس به صورت حضوری بود و شماها اینجا نشسته بودین، به مجموعه من و شما میگفتیم لول بعد از جاندار، یعنی لول ششم، سطح ششم حیات، یعنی جمعیت، یعنی جمعیت. من زنده ام، حیات دارم، شما هم زنده این حیات دارین، اما ما در کنار هم با هم یک حیات و زندگی بالاتری داریم و خودش یک سطحی از حیات محسوب میشه که میشیم جمعیت. قاهری تینتی که در واقع زیست شناسی شماست، بحث کربوهیدرات‌ها و لیپیدها تو فصل‌های خیلی زیادی هستن. پس حواست باشه این چیزی که اینجا تو این فصل یاد میگیری یکی از چیزایی که تو فصل‌های آینده در واقع به شدت به کارت میاد و به دردت میخوره. بریم سراغ اولین دسته مولکول‌های زیستی، یعنی کربوهیدرات‌ها. بچه‌ها کتاب خیلی خیلی جزئی در مورد و خیلی در واقع مختصر در مورد اینو صحبت میکنه. بحث کربوهیدرات‌ها خیلی زیاده. کربوهیدرات‌هایی که شما باید یاد بگیرید انواع خیلی بیشتری داره نسبت به این چیزی که شما تو این فصل میخونید. صرفاً میخواد به شما همون چیزی که توی در واقع اسلاید قبل توضیح دادم، صرفاً میخواد این چارتا رو تو بفهمی، میخواد همین تعریفی که به تو گفتم رو بفهمی. حالا داره یه سری توضیحات در واقع تکمیلی هم در موردش میده. مثلا کربوهیدرات‌ها جدا از این که ما گفتیم مولکول‌هایی هستن که در بدن جانداران ساخته میشن، خب قطعا مولکوله دیگه، درسته؟ پس عنصر میخواد، اتم میخواد، کربن، هیدروژن، اکسیژن سه پایه اصلی ساخت این در واقع مولکول‌های زیستی هستن که حالا در درجات مختلفی دیده میشه. این خیلی مهمه، حرفمو گوش کن. مولکول‌های زیستی مثل کربوهیدرات‌ها و موردهای دیگه هم داریم، در لول‌های مختلفی دیده میشن، یعنی سطح بندی میشن، لول بندی میشن. یعنی ما باید بدونیم که کربوهیدرات‌ها رو چجوری تقسیم بندی کنیم. بچه‌ها ما یه تعریفی داریم که همینجا باید در واقع یاد بگیریم. یک اصطلاحی در زبان لاتین داریم به نام مر. مر یعنی بخش، جزء، قسمت. تعریف داریم به نام مونومر. مولکول‌های مونومر یعنی تک بخشی. پس مونو یعنی چی بچه‌ها؟ مونو یعنی یک. مر یعنی چی؟ بخش، قسمت، جزء. یه سری مولکول‌های ما حالا میتونن کربوهیدرات باشن، میتونن پروتئین باشن، میتونن لیپید باشن، میتونن نوکلئیک اسید باشن، مهم نیست برامون. یه جور تقسیم بندیه این که جدا باید بلدش باشی. یه سری مولکولامون مونومرن، یعنی یه بخشین، از یه قسمت ساخته شدن. مثلا آقا این دستمال از یک بخش ساخته شده، یه بخشیه. اگر فردا بیام این دستمالو با یه چیزی ببندم به یه دستمال دیگه، اون دستمال دومیه رو ببندم به یه دستمال دیگه، این یک ساختار ایجادی که چند بخشیه، پلیمره. پلی یعنی چی؟ پلی یعنی چند، مره چند بخشه. میتونه دیمر باشه. دی یعنی چی؟ دی یعنی دو. دو مره، دو قسمته، دو بخشه، دو تا دستمال، درسته؟ میشه دیمر. اینجور تقسیم بندیه. حالا پلیمر یه تعریفی داره. پلیمر یا فارسی سازی شدهش در واقع بسپار، تعریفش اینه: به ساختاری که از اجزای تقریبا همشکل ساخته شدن میگن پلیمر. تقریبا همشکل، یاد باشه قرار نیست پلیمر ما چندین یه شکل به هم چسبیده باشه. همه این دستمال ها قرار نیست یه شکل باشن. ممکنه این دستمال آبیه، این قرمز باشه، بعدی زرد باشه. تقریبا همشکل. پس پلیمرها لزوماً همه اجزاش یکسان مطلق نیست، تقریبا یکسانه. یعنی یه سری ویژگی‌های مشترک قطعاً تو اون اجزا هست. حالا تو به من بگو اجزای مونومر چی؟ اجزای پلیمر چیه؟ دقیقاً اجزاش همون مونومره. پس این تعریفا رو یاد بگیر: تکپار یا مونومر، بسپار یا پلیمر.
ما میتونیم خیلی از کربوهیدراتمون رو اینجوری نامگذاری کنیم، بگیم اوه نگاه کن نشاسته رو نشاسته یه کربوهیدراته. من شکلشو همین الان بیارم. نگاه کن نشاسته رو، نگاه کن سلولوزو، ببین چقدر قیافش یه شکلیه انگار کلی چیز تکراری پشت سر هم ردیف شده. پس بیای من و تو اینو اسمشو بذاریم چی؟ بذاریم پلیمر. یه صفت بهش بدیم، بگیم نشاسته، حالا جدای از این که کربوهیدراته پلیمره، سلولوز جدای این که کربوهیدراته پلیمره، مثل صفت میمونه بچه ها. پلیمر مونومر بودن مثل صفت میمونه، دیمر بودن مثل صفت میمونه، صفت داری بهش میدی. این که نشاسته کربوهیدرات ذاتشه، بعضی از بچه‌ها قاطی میکنن اینا رو با هم. تقسیم بندی مولکول های زیستی و با تقسیم بندی تکبار و تکپار و بسپار بودن قاطی میکنن. حالا قرار نیست همه این صفت رو بگیرن که، قرار نیست به همه یه صفت رو بدی که. میگی طرف چقدر درس خونیه، حالا قرار به همه این صفت رو بدی تو زندگیت؟ نه. پس بحث مونومر و دیمر و مونومر بودن رو جدا کن از بحث کربوهیدرات ها. حالا الان چیزی که میخوام توضیح بدم، میخوام بهت بگم که آقا کربوهیدرات ها رو دقیقا میتونی نسبت به این صفت تقسیم بندی کنی. میتونی بگی بعضی از کربوهیدرات ها مونومرن، بعضی از کربوهیدرات ها دیمرن، بعضی از کربوهیدرات ها پلیمرن. اینطوری حالا تقسیم بندیش کردیم، چه اشکالی داره؟ بر اساس صفت چند مر بودنه تقسیم بندیش کردیم انواع کربوهیدرات رو، چه اشکالی داره؟ مثل اینکه تو بیای همه دوستاتو بر اساس قدشون تقسیم بندی کنی ببری توی سه تا بازه، چه اشکالی داره؟ دقیقاً این اتفاق افتاده. بر اساس حالا چند مر بودن، یعنی چند بخش بودن، ما کربوهیدرات رو سه بخش کردیم. یا مونوساکاریده، ای قاهری ساکارید دیگه چیه؟ بچه یه سری پسفند و یه سری پیشوند در علم زیستشناسی هست که منسوب میشه در واقع به بعضی از مولکول‌ها. مثلا پیشوند گلیکو، پیشوند گلیکو در هر اسمی بیاد یعنی اون اسم، اسم یه مولکولی چیزیه که کربوهیدرات داره در جزئی از خودش. پسوند ساکارید، پسوندی که دوباره به کربوهیدرات اشاره میکنه. پسوند آز، پسوندی که به آنزیم های تجزیه کننده اشاره میکنه. یه سری پسوند و پیشوند پس ما میخونیم در واقع در زیست شناسی. ساکارید، مونوساکارید تعریفش رو بخوایم بنویسیم، مینویسیم مونومر کربوهیدراتی. توجه شدی؟ یعنی مونوساکارید همون مونومریه که ما میدونیم از قبل که طرف کربوهیدرات هم هست. حالا اگر چندین مونوساکارید به هم متصل بشه، چندین که نه، دوتا مونوساکارید یا دوتا مونومر کربوهیدراتی به هم متصل بشه، تو به من بگو میشه چی؟ میشه دیساکارید یا دیمر، تو بگو، کربوهیدراتی. درسته؟ حالا چندین دیساکارید به هم وصل بشه میشه پلیساکارید. پلیساکارید یعنی چی؟ یعنی پلیمر کربوهیدراتی. تعریف پلیمر رو که میدونستی، میشه تعریف پلیمر کربوهیدراتی. پس توی این سه دسته تقسیم میکنیم. حالا برگردیم مثالهای مونوساکارید هامون رو بخونیم. خب سکوت ساده ترین کربوهیدرات مشخصه، بعضیاش مثل گلوکوز و فروکتوز که مثالهایی از مونوساکاریده، شش ضلعی هن. یعنی چی شش ضلعی هن؟ یعنی شش کربن دارن و اگر ساختار در واقع شیمیاییشو نگاه کنی حالت شش ضلعی درست کرده. یا فروکتوز بعضیاش میتونه پنج کربونه باشه مثل ریبوز، یا یه مدل دیگه که بعدها میخونیم تو سالهای آینده دیوکسی ریبوز. اینا پنج کربونه هن، یعنی ساختار پنج ضلعی داره ساختار شیمیاییشون. اینا انواع مونوساکارید هایی که میخونیم. حالا آقا اینا به چه درد میخورن قاهری؟ به چه درد میخوره در واقع گلوکوز؟ به چه درد میخوره فروکتوز؟ به چه درد میخوره ریبوز؟ هر کدوم از اینا توی فصلی به صورت خیلی مفصل در موردش صحبت شده. ما صرفا داریم آشنایت پیدا میکنیم که آقا گلوکوز یک مولکول زیستی به نام کربوهیدرات از دسته مونوساکاریدهاش. حالا دو تاشو بچسبونی به من چی میشه؟ دیساکارید دیگه. بیا چسبونده اینجا بتون واسه هم. یه دونه
در واقع گلوکوز رو چسبیده به یه دونه در واقع فروکتوز و یک دیساکارید رو ایجاد کرده. حالا این دیساکارید بچه اسم داره، اسم براش گذاشتن، چه اشکالی داره؟ طرف درس خونه، اسمش هم مثلا اسقره، چه اشکالی داره؟ اسم این دیساکارید ساکاروزه. پس صرفا ما اسماشون رو الان یاد میگیریم، اینکه کجا کار میکنن، عمل کردشون چیه، کدوم جاندارا میسازتشون، برای چی میسازدشون، چی کارا میکنن رو بعدها میخونیم. به هر حال اینا یه سری مولکولن که جاندار داره میسازه دیگه، درسته؟ خب واسه یه کاری داره میسازه دیگه، اون کاره رو بعدن میخونیم، فعلا داریم تقسیم بندیشو میخونیم تو این فصل. حالا دیساکاری که توضیح دادیم در موردش، مثل ساکاروز که ترکیب گلوکوز و فروکتوز بود، عرضم به خدمت. حالا مثالهای دیگه ای هم داریم از دیساکاری، مثلا مثل لاکتوز، مثل مالتوز، که مالتوز هم مثلا اگر دوتا گلوکوز به هم بچسبه میشه مالتوز، یا در واقع لاکتوز یه دونه مونومره، در واقع مونوساکاریده، گالاکتوز با یه دونه در واقع گلوکوز به هم چسبیده. مثالهای مختلفی داره، صرف هم مثالی که اینجا داریم میخونیم و کار داریم. حالا ممکنه این زنجیره خیلی گنده تر بشه، ممکنه مونوساکاریدهای بیشتری به هم وصل شن، دیگه دوتا نباشن، خیلی بشن، شاخه پیدا کنن، یه زنجیره طویل بشن، اون موقع است که میگیم پلیساکارید شده، که باهاشون خیلی کار داریم. سه تا پلیساکارید رو بچه‌ها باهاشون کار داریم: نشاسته، سلولوز و گلیکوژن. گلیکوژن کربوهیدرات ذخیره‌ای جانورانه. آره، یعنی چی؟ بعدن میفهمیم، بعدن میفهمیم که کربوهیدرات ها میتونن در دل خودشون انرژی ذخیره کنن. حالا جانورانی مثل انسان، گیاه نه، باکتری نه، آغازی نه، قارچ نه، جانور، انسان، پرنده، دوزیس، برای ذخیره انرژی سری کربوهیدرات هایی میسازن به نام در واقع گلیکوژن. این گلیکوژن ها رو در داخل سلول ذخیره میکنن، واسه همین میگیم کربوهیدرات ذخیره‌ای جانوران هست. که اگر دقت کنیم بچا انشعاب هم داره، این الان یه زنجیره است، این یه زنجیره است، از این زنجیره یه زنجیره دیگه بهش وصله، که از این زنجیره یه زنجیره دیگه بهش وصله، مهم نیست، مهم اینه که از اجزای تقریبا هم شکل یا کلا هم شکل تکرار شونده ای ایجاد شده به نام گلوکوز. یعنی این گلوکوز ما ضرب در ان کردیم شده پلیمر گلیکوژن، که کاری داره که کارشون رو من جلوتر بهتون گفتم. اگر همین گلوکوز رو ما بسازیم اما تعداد انشعاباتش کمتر باشه، بچه‌ها گلیکوژن و نشاسته خیلی شبیه همن، صرفا گلیکوژن گلوکوزا زنجیره هاشون منشعب تره، یعنی این هم از گلوکوز ایجاد شده، این هم از گلوکوز، اما تعداد انشعابات اینجا بیشتره، اما تو نشاسته تعداد انشعابات کمتره، یه پله کمتر. کار نشاسته چیه؟ بعدن میخونیم. کربوهیدرات ذخیره‌ای گیاهانه. مثلا گیاه سیب زمینی میخواد انرژیشو ذخیره کنه، میریزه تو دل نشاسته، یعنی با اون انرژی نشاسته میسازه، نشاسته رو تو قده سیب زمینی که ما میخوریم ذخیره میکنه. پس کار دارن هر کدوم از اینا، الکی ساخته نمیشن. حالا همون گلوکوزی که نشاسته و گلیکوژن رو ساخت، بیا یه زنجیره باهاش بساز و این زنجیره ها رو به هم وصلشون نکن، مثل اینجا انشعابی ایجاد نکن اون مولکول تو. بیا یه دونه زنجیره از گلوکوز ایجاد کن، یه زنجیره دیگه ایجاد کن پایینش، یه زنجیره دیگه ایجاد کن پایینش، کنار هم اینها موازی موازی و بدون انشعاب برای ما کربوهیدرات پلیساکاریدی سلولوزو میسازن. یعنی ببین این ستا همشون از مونومر گلوکوز ایجاد شدن، اما تو این که پیوندهاشون چطوریه، چطوری قرار میگیره، انشعاباتشون چقدره، اصلا انشعاب دارن یا موازی موازی هن این زنجیره ها، به سه مدل تقسیم شد و سه مدل ایجاد کرد و سه کار مختلف. کار سلولوز هم بعدن میخونیم، کارش اینه کربوهیدرات ساختاری گیاهانه. این میشه سه مدل در واقع پلیساکارید هایی که ما باید
بخونیم که کارهای مختلفی داشتن. عرض کردم خدمتتون کاراشون فعلا برای ما مهم نیست، هر کدوم از اینا رو کارشون رو بعداً میخونیم. دسته بعدی مولکول‌های زیستی لیپیداز. من برگردم سراغ اون نمودار خودمون. پس آقا ما کربوهیدرات اوکی شدیم، حل شد که به صورت عامیانه تمام کلماتی که میگیم آقا قند، کلمه قند به هر چیزی که اصطلاح قند رو در واقع بهش میدیم، این مولکول یک مولکول کربوهیدراتیه، یک مدل از کربوهیدرات هاست. مثلا شکر کربوهیدراته، قندی که ما چای میخوریم کربوهیدراته، نشاستن ولی خب کربوهیدراته ولی ما بهش نمیگیم قند. خلاصه کلمه قند رو شنیدی بدون مربوطه به این دسته کربوهیدرات ها. کلمه چربی رو شنیدی بدون یک اصطلاح عامیانه ای که برای مولکولای زیستی لیپید ها به کار میره که بریم سراغش. بچه لیپید ها صرفا برای ما چیزی که گفته آقا کارهای خیلی مختلفی دارن. ما یه سری هورمون تو بدن داریم لیپیدیه، یه سری ساختارها داریم لیپیدیه، یک سری موادی داریم که یک سری کارها و فرآیندها و واکنش‌های خاصی انجام میدن لیپیدی هن. خیلی کاراشون متفاوته، همونطور که کار همه کربوهیدرات‌ها متنوع و متفاوته. صرفاً کاری که ما باید اینجا بکنیم توی بحث لیپیدهای این فصل توی این گفتار، باید بدونیم که چه مدل‌هایی برای ما کتاب مثال زده. مثال اولی که بچه‌ها برای ما از نوع لیپیدها زده، اولا گفته خب دوباره عناصر کربن و هیدروژن و اکسیژن رو داره، پس از این نظر تفاوتی نداره با قبلی. اما نسبت خب گفته متفاوته دیگه، یعنی آقا قبلا مثلا تو کربوهیدرات ها تعداد هیدروژن ها بیشتر بود، اینجا تفاوت داره نسبت تعدادی ولی خب همون عناصر پایه‌ای رو داره. مثال هاش برامون مهمه. اولی تریگلیسیرید. بچه‌ها تریگلیسیرید که در واقع در روغن هم وجود داره، همون روغن های مایع و سرخ کردنی که ما، یا روغن های جامدی که در واقع ما توی آشپزی استفاده میکنیم، پایش در واقع همین تریگلیسیرید و همین تریگلیسیرید رو داره. مهمه که بدونیم تریگلیسیرید ها از رو اسمشون باید یه چیزی بفهمیم. بفهمیم آقا تریگلیسیرید تری یه چیزی یعنی سه تا یه چیزی. ما اسمش چی میفهمیم؟ میفهمیم آقا یه چیزی داره که ازش سه تا داریم. حالا اون چیز چیه؟ الان میفهمیم. بچا سمت چپ شکل در واقع تریگلیسیرید رو داریم که یه دونه مولکول داره با نام گلیسرول. حالا گلیسرول در واقع فرمول شیمیاییش کاری نداریم، صرفا میگیم یه دونه گلیسرول به علاوه سه تا اسید چرب که بهش متصلن با هم میشه تریگلیسیرید. که کار تریگلیسیرید چیه بچه‌ها؟ دوباره مثل کار گلیکوژنه، دوباره واسه ما ذخیره انرژی میکنه. بافت چربی شکم در افراد چاق و حتی در هر فردی که در واقع بافت چربیش در واقع زیاد شده، تریگلیسیرید توی در واقع این سلول های اون بافت داره و یک جورهای این سلول تریگلیسیرید مثل سلول نشاسته یا گلیکوژنی که خوندیم از دسته کربوهیدرات ها وظیفه نگهداری و ذخیره سازی انرژی رو دارن. هرچند این تریگلیسیرید در بدن انسان و سایر جانداران کارهای دیگه هم داره، ولی بهتون گفتم مثلا هدف تو این فصل فعلا نحوه عمل کرد و وظایف نیست، صرفا این کلیاتیه ما در موردش گفته در مورد ظاهرش. پس سه اسید چرب داشت، یه دونه گلیسرول، اولین مدل در واقع لیپیدها. خیلی برامون مهمه که تریگلیسیریدها در بافت چربی در یک ساختار اندامکی که در واقع تو گفتار بعدم میخونیم به نام اندامک واکوئل، در بافت چربی در اندامک واکوئل در واقع این سلول های بافت چربی ذخیره سازی میشن برای اینکه ما بتونیم انرژی رو ذخیره کنیم، که در واقع اون روغنی هم که در واقع ما باش آشپزی میکنیم سرمنشأش از این در واقع تریگلیسیرید های داخل واکوئل های داخل سلول های چربی داخل بافت چربی هست. که حالا من تا اینجای کار به شما علاوه بر این که گفتم تریگلیسیرید وظیفه نگهداری انرژی و ذخیره سازی انرژی داره، خب گلیکوژن هم گفتم در خود انسان، این دوتا پس در بدن ما کار ذخیره انرژی رو دارن. حالا باید بگیم که لیپیدها تقریبا اگر یه گرم لیپید داشته باشیم و یه گرم کربوهیدرات، تو اون یه گرم لیپیده فضای بیشتری داریم برای ذخیره انرژی. مثل فرق فلش مثلا 10 گیگ با یه دونه سی دی میمونه، تو کدومش میتونیم اطلاعات بیشتری وارد کنیم؟ فلش. اینم هم همینه، میگه آقا لیپیدها برای ذخیره سازی انرژی از کربوهیدرات ها بهترن،
تریگلیسیرید از گلیکوژن بهتره. چرا؟ چون فضای کمتری رو میگیره. تو مثلا میخوای 100 جول انرژی رو ذخیره کنی در یک سلولت، خب بهتره برای اینکه کامپکت تر و جمع و جورتر اون در واقع انرژی رو ذخیره کنی، باهاش لیپید بسازی و لیپید رو ذخیره کنی. درست شو؟ این از این قضیه. مولکول زیستی بعدی بچه ها مولکول فسفولیپیده، در واقع از این مجموعه لیپیدها که خیلی شبیه تریگلیسیریده، تریگلیسیریده که باز یه دونه گلیسرول داره، اما این دفعه گلیسرولش فسفاته شده، یعنی به علاوه فسفات شده و به جای دو اسید چرب، به جای سه اسید چرب اشکایی میکنم، دو اسید چرب داره و این در واقع مثال بعدی لیپیدهای ماست که بیشترین وظیفه‌ای که ما قراره ازش بشناسیم توی دبیرستان، وظیفه ساختاریش در ساختار غشای سلول هاست که تو گفتار بعد میخونیم که پرتعدادترین سلول غشای سلولی رو در واقع فسفولیپیدها برای ما میسازن. در همین حد صرفا بلد باشیم، تو گفتار بعد در موردش مبسوط صحبت میکنیم. و مورد بعدی از در واقع لیپیدها بچه‌ها کلسترول هست، که کلسترول شاید اسمش رو شنیده باشید برای بیماری‌های مثلا قلبی عروقی و شاید خیلی ازش بیزار باشید از اسمش انقدر بار منفی داره، اما باید بدونیم کلسترول یک ماده‌ایه که زیادیش برای بدن انسان ضرر داره، یکی از مواد مورد نیاز بدن انسانه. چرا؟ چون ما با کلسترول که میتونیم خیلی از هورمون‌ها مثل تستوسترون، استروژن و یا پروژسترون رو بسازیم، یا ما با کلسترول که میتونیم ساختار غشای سلول هامون رو کامل کنیم، چون در ساختار غشای سلول ها وجود داره. پس خیلی مهمه که بدونیم کلسترول زیادیش مضره. خیلی از مواد دیگه هم این اتفاق براشون میفته. ساختار کلسترول رو واسه ما نگفته بچه‌ها، اما باید بدونیم که از 4 حلقه کربنی در واقع ساخته میشه و شکلش در واقع در ساختار در واقع غشای سلول تو گفتار بعد واضح تقریبا مشخصه. پس جزوی از لیپیدهای یاخته های جانوری هست، یعنی در غشای یاخته های جانوری پیدا میشه. این به این معنا بچه ها نیست که در گیاهان وجود نداره ها، به این معناست که غشای سلول های گیاهی کلسترول ندارن. این که بگی کلسترول در کل ساختار در واقع گیاهان وجود نداره، این غلطه. کلسترول در ساختار غشاشون در واقع وجود نداره و انواعی از هورمون ها رو گفتیم برای ما میسازه. پس ما صرفا سه اسم و سه مدل از لیپید ها رو توی این بخش هم یاد گرفتیم و بخش بعدی هم بچه ها پروتئین هاست که اگر ما بریم برای فصل 2-12 هم پروتئین سازی، نحوه ساخت اینا رو به صورت کاملا جزئی در موردش میخونیم توی 12 هم انشالله و میفهمیم که چطوری ساخته میشن، عملکردهای متفاوتش رو ولی بخوایم اینجا بخونیم و اینکه چه ساختار و چه شکل و شمایلی دارن. بچه پروتئین ها یکی از مهمترین مولکول های زیستی هن، خیلی کارا واسه ما انجام میدن که من بعد از اینکه ساختار و شکل و شمایلش رو بهتون گفتم میگم که چه وظایف و در واقع ساختارها و دسته های متنوعی داره. ولی چیزی که باید بلد باشیم، یادت بهت میگفتم پلیمر بودن، دیمر بودن، مونومر بودن صفته، قرار نیست به هر مولکول زیستی بدی. مولکولای زیستی ابتدای امر به 4 مدل تقسیم میشن که گفتیم کربوهیدرات، لیپید، پروتئین و نوکلیک اسید. حالا تو هر کدوم از این 4 دسته کلی ما چی داریم؟ مولکولای زیستی داریم. به بعضیاش میگیم مونومر، بعضیا میگیم پلیمر، بعضیا میگیم دیمر، بعضی اصلا نمیگیم. اصلا تقسیم تو اون تقسیم بندی قرارش نمیدیم. چیزی که ولی مهمه، دیدیم کربوهیدرات ها تو این 3 مدل قرار گرفتن، یعنی تمام کربوهیدرات ها تو اون مدل تقسیم بندی ما که میگفتیم مونومر، دیمر و پلیمر قرار گرفتن. توی لیپید ها مدلی رو نخوندیم، اما داریم ها، مدلی که پلیمر باشه، لیپیدی که بهش اصطلاح پلیمر رو بدیم داریم. حالا تو اون 3 مورد نبود. چیزی که ولی اینجا میخوام بهت بگم اینه که تمام پروتئین های ما پلیمرن. تمامشون صفت پلیمر بودن رو میگیرن بلا استثناء. یعنی هر پروتئینی که وجود داشته باشه، تمام زیر مجموعه این سومین مولکول زیستی که میخونیم قطعا پلیمره. پس کلی باید مونومر داشته باشه. پس بریم دنبال این که ببینیم مونومراش کیان. بچه ها تمام پروتئین ها در واقع پلیمرن. حالا برای اینکه بدونیم این پلیمر مونومرهاش کیاس الان باید وقت بذاریم.
چطور گفتیم نشاسته پلیمریه که مونومرهاش گلوکوزن؟ حالا باید بگیم پروتئین هایی که همشون پلیمرن اسم مونومرهاش ما بگو آقا. بچه‌ها ما به مونومرهای پروتئین میگیم آمینو اسید. آمینو اسیدها 20 مدل در واقع اصلی دارن. 20 مدل آمینو اسید داریم در بدن که این 20 مدل با توالی های مختلف، با قرارگیری های مختلف برای ما انواع پلیمر هامون رو میسازه. همونطور که زبان کامپیوتر 0 و 1 و تمام اطلاعاتی که کامپیوترها به ما میدن با حروف 0 و 1 و مثلا 0001001 مثلا به معنای عدد مثلا 5 و یه معنا و مفهومی پشت اون دو حرف هست، این 20 حرف زبان پروتئین ها که آمینو اسید ها هم باشه برای ما تمام انواع پروتئین ها رو ایجاد میکنه که حالا شکل های مختلفی دارن. آمینو اسید ها ویژگی مشترک دارن اما خب تفاوت های قاعدتا هم داشته باشن و توالی قرارگیریشون پشت سر هم برای ما انواع پروتئین ها رو میسازه و در واقع مدل های مختلف با وظایف مختلفی رو برای ما ایجاد میکنه. حالا چیزی که برای ما از پروتئین خیلی مهمه که میخوام بهتون بگم اینه که چه وظایف و چه فعالیت های متنوعی رو انجام میده، چقدر کار داره. بچه پروتئین ها میتونن نقش آنزیم داشته باشن، میتونن نقش ذخیره‌ای داشته باشن، یعنی باز میتونی انرژی باهاش ذخیره کنی همونطور که کار گلیکوژن و کار تریگلیسیرید بود. میتونن کار ساختاری داشته باشن، یعنی در ساختار وجود داشته باشن که میخونیم در ساختار غشا وجود دارن و جاهای دیگه. میتونن ساختار در واقع انتقالی داشته باشن مثل هموگلوبین که بعدها تو فصل 3 همین کتاب میخونیم. میتونن ساختار دفاعی داشته باشن، یعنی میتونن در ایمنی آدم کمک کنن مثل پادتنها و خیلی از پروتئین هایی که در دستگاه ایمنی فعالیت میکنن و میتونن در واقع وظایف متنوع دیگه ای داشته باشن و به شدت پرکار و متنوعن. پروتئین ها به مراتب در بدن انسان حداقل میشه گفت از کربوهیدرات ها و از لیپید هایی که خوندیم تعدادن بیشتر متنوع ترم خواهد بود و مدل های خیلی بیشتر و کارهای خیلی متنوعی داره و انسان بدون پروتئین هیچ عملا. درست شد؟ و اشاره کنیم که در فصل های در واقع 11 هم میخونیم در فصل دستگاه حرکتی که وظایفی مثل وظایف انقباضی هم دارن، همین که ما میتونیم حرف بزنیم، حرکت کنیم، دستامون رو تکون بدیم به دلیل پروتئین های انقباضیه که در واقع در ماهیچه هامون وجود داره. و فصلی رو نخواهیم داشت در زیست شناسی در این سه کتاب که اسم و لفظ پروتئین رو نشنوین. حداقل در هر فصل شده اسم یه پروتئین اومده و در مورد پروتئین صحبت شده که مربوط بوده حالا به اون دستگاه، مربوط بوده به اون در واقع مقوله و مبحثی که در بدن جانداری داره در واقع اتفاق میفته. و دسته آخر بچه‌ها نوکلئیک اسیدها هست که این نوکلئیک اسیدها با اینکه به شدت مهم هستن اما دیگه آخرین باره که ما در واقع در دهم حداقل تا انتهای این کتاب اسمشون رو میشنویم و بیشتر اینجا در واقع مؤلف اوورده اسمش رو برای اینکه بعدها تو 11 و 12 به صورت خیلی کامل توضیح بده. بچا نوکلئیک اسیدها دسته بعدی در واقع مولکولای زیستیمون هستن که دقیقاً مثل پروتئین ها تماماً پلیمرن، بلا استثنا همگی پلیمر هستن. دی ان ای که قطعاً اسمش رو شنیدید و آر ان ای که شاید اسمش رو شنیده باشید که برای ما وظیفه ذخیره سازی و انتقال نسل به نسل اطلاعات وراثتیمون رو داره، در قالب همین نوکلئیک اسیدها است. یعنی عملاً مولکولای زیستی نوکلئیک اسید وظیفه اصلیشون برای ما ذخیره اطلاعاته. لیپیدها بیشتر وظیفه‌شون یکی از وظایفشون مثلا مثل تریگلیسیرید ذخیره انرژی بود. نوکلئیک اسیدها برای ما ذخیره اطلاعات میکنن که حالا نحوه این ذخیره سازی اطلاعات و نحوه عملکرد فعالیت هاشون رو برمیگرده به ساختار و ویژگی های ظاهریشون و حالا صحبت هایی که توی گفتار در واقع تو فصل 1-12 در موردش میخونین، تو فصل 2-12 در موردش میخونین، تو فصل 3-12 در موردش میخونین. این که میگم میخونین، این سه فصل دقیقاً ارتباط مستقیم و مربوط میشه به نوکلئیک اسید و بحث اصلیش نوکلئیک اسید هاست.
و توی در واقع 11 هم تو فصل 6 دوباره به این مولکول ها کار دارن. یعنی حدودا میشه گفت 4 الی 5 فصل شما به در واقع نوکلیک اسیدها ارتباط مستقیم داره. این که شما توی این کتاب نمیخونینشون دلیل بر بی اهمیتیشون نخواهد بود و باید بدونیم که مولکول های در واقع پایه‌ایشون کربن، هیدروژن، اکسیژن که داشتن قبلیا، علاوه بر اینها نیتروژن و در واقع فسفر هم دارن. برای اینکه بخوایم حفظ کنیم میگیم پی نوچ، فسفر، نیتروژن، اکسیژن، کربن و هیدروژن. براتون بچه‌ها آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که خسته نشده باشین، مطالب رو خوب مرور کنین. گفتار بعدی که در واقع میریم سراغش گفتار 3، گفتاریه که کاملا جنسش و رنگ و بوش فرق داره با دو گفتاره که تا الان خوندیم، و گفتار 3 کاملا دیگه استارت جدی زیست شناسی کنکور خواهد بود. اگر تا اینجا هر طور که پیش رفتی، لطفاً از گفتار 3 پرقدرت‌تر شروع کن و گفتار 3 استارت رسمی زیست شناسی کنکور خواهد بود و مسائلی داخلش میخونیم که من به صورت 100% بعضی جاهاش رو به شما تضمین میدم که تو کنکور سال شما و هر سالی که شما کنکور بدین قطعاً میاد. براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم، امیدوارم که همیشه پر انگیزه و پر انرژی درس بخونید و زندگی کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزگار خوش.